سلام دوستای عزیز، من رویا احمدی هستم از چینل SSP و امروز آمدیم به شهر هرات، جایی که من فعلا قرار دارم چوک سینما است. میخواییم که به شما در این برنامه ای که به نام دیدار هرات نامگذاری کردیم، میخواییم شهر زیبای هرات به شما معرفی کنیم، به نمایش بگذاریم. امیدوار هستم شما هم در این سفر من همراهی بکنین. با هم میریم جاهای زیبای از هرات تماشا میکنیم، غذاهای خوشمزهی به هرات نوش جان میکنیم و میبینیم که هرات چه فرهنگی داره، چه کلتوری داره. و همچنین دوست عزیز، امیدوار هستم که تا آخر برنامه ما را دنبال بکنین و از دیدن این برنامه خسته نشوین. ما طبقه که در نظر دارم یا دوست دارم، میخواییم کلی شهر هرات همراه ریکشا سفر بکنم و جاهای دیدنی هرات را ببینم، لذت ببرم و این دیدار یا این لذت همراه شما شریک بکنم. امیدوار هستم که شما هم از این برنامه لذت ببرید. تازه به شهر هرات اومدیم، به یک رکشای مانند رکشای شما، یک امتر رکشای مقبول میخواستم که مربوط برای چند ساعتی به جای زیبای هرات و جای زیبای هرات رو مره نشان بده. ممنون، زنده باشید. چند ساعت مربوط بریم به شهر هرات بگردن، چندی میگیرم؟ ممنون، تشکر، زنده باشید از مهمان نوازی شما. ممنون، فقط من گفته باشم من از این مهمانای فروی هم فرقم و باید به من رکشا دواندن هم یاد بدین که هیچ قسمت رکشا بدوانم به شهر، به این جاده های مقبول هرات باید یک رکشا دوانی هم بکنم. ممنون، تشکر، شما زنده باشین. ما رسیدیم پیش آمیوه سرای چهار فصل، میخواییم برم یک لیوان جوس بگیرم. کافه جان شما روی ما میرین یک لیوان جوس مهمان ما باشین. دست رگالا از این اسکوپی آماده، از این اسکوپی ها ما میکنیم. این شیریخ سنتی هرات، هر دوتا یک شیریخ، فقط مدل تنظیم کردن اینا اینجور کردن اینا متفاوته. بله، این با دست میشه، با اون یکی کسته با اسکوپی کرده میشه. این شیریخ شما با دست جور میکنید؟ با دست جور میکنیم، حالا که با ماشین آماده با ماشین هم جور میکنیم. میشه یک دونه از شیریخ رو بر ما جور کنیم؟ خدمت شما نیم. ای که من امروی شما کمک بکنم که یاد بگیرم چه قسم شیریخ جور کنم. شیریخ این سرفارم از قبل داخل یخچال نمیمونه؟ بذاریم کمی سرد شد واسه هوا گرمه. شیریخ که میگذاریم خورد چیز نکنه، آب نکنه. اگه اینا بیرون باشه شیریخ ظرفا گرمه؟ شیریخ آب میکنه؟ بله، این شیریخ که هسته مثل ساخت محلی خود ما کنده میشه دیگه. این ساخت خود هرات هست، جور میشه. این شیریخ ها رو شما شب جور میکنه؟ نه، همین تازه جور کردن چقدر زمان میگیره؟ خود شیریخ ها رو ما 20 کیلو تا جور میکنیم، 20 کیلو میرسیم به ماشین. خب تقریبا 15 20 دقیقه طول میکشه. 15 20 دقیقه طول میکشه شما بلد. فقط این شیریخ ها رو جور میکنه. شما اصلا که میبینید شیریخ ها رو چی میکنن؟ همراه دیس خود جور میکنن که بسیار همینطور مقبول هم است. خب همین تو استاد میشه، آدم استاد میشه، ولی فکر میکنه که یه کدام چیزی رو گرفته اما نه، چیزی نگرفته، ایره کاملا خودی همین قسم استاد شده. بایی کج شد؟ نه نه، کج نمیشه. و این شیریخ هم شیریخ میره؟ این شیریخ زفرونیه دیگه، این هم آلو گلاس هم بزنیم تزین میکنم به غلب و کلمه مانه؟ دیگه از این بسکوت مقداریم بغلش، از این ویفر مقداریم بغلش، جوز مقداریم بغلش، دیگه بادام میگذاریم به غلش، بعد ککاو میماریم سرش. این ککاو فکر کنم شیریخ ها رو تعمیر بهتر میکنه، خیلی خوشمزه تر میکنه. دیزاینی هم خیلی خوبه، دیزاینی هم مقبول تر میکنه. دوستای عزیزم، قسم که شما میبینین ما اینجا یک کمره کاکا یک شیریخ جور کرده،
که واقعا من علاقمند هستم از این شیریخ ها بخورم و طعم اینا رو بر شما بگویم که چه قسم طعم داره این شیریخ های هراتی ما. در قسمت اول من میخوام بپرسم که به بخش فامیلی گارسونا شما از کدام بخش هست؟ چون بخش گارسونا مرده فعلا، چون بخش خانم ها زیادتر اینجا مردم از هر جا میایو دیگه میایو، چون سه ما داریم مثلا اون رستوران چهار فصل خانم ها کار میکنه، بخش فامیلی ما اونجا. خب ما میخوایم آستاس کمی رواج رایفته به خانم ها بیایم، مردم تا خانم ها بیایم اینجا گارسون بشن، بتونم کار کده اونام بتونم دیگه کنم دیگه. این لوژ خانوادگی که ما داریم، این بخش شیریخ ما اینجا چند بخش داریم به لوژ خانوادگی؟ خب ما سه بخش داریم. سه بخش داریم بلیو. چه بخشی است؟ مثلا بخش بالاتر داره، وقت بخش وی آی پی داریم، مشتری ها ما میام اونجا میشینم خود فامیلا خو این طبقه دیگه طبقه بالاتر. بله دیگه بخش آب میمونه که ما درست میکنیم، این بخش شیریخ که شما بیشترم فیلم پوری کردیم از عکس گرفتیم این بخش هسته، چون به پایین و بالا، چون به بخش رستوران، این رستوران ما با اون بخش آب میوه که ما گردی پاک داریم تا اینجا هست تقریبا 150 نفر کار میکنه اینجا. یعنی شما فعلا به اینجا 150 نفر کارمند دارید؟ بله آقا، این سه بخش، چهار بخشی که ما داریم 150 نفر کارمند کار میکنه. زیبایی بخش وی آی پی رنگ بندی های زیبای چوکی های ایناست و حاجی صاحب امروی ما قرار دارن، میخواییم امروی حاجی صاحب که صحبت دوستانه داشته باشیم و در مورد راز موفقیت اینا که به هرات چرا این آمیوه سرای چهارفصل اینقدر محبوب و طرفدارای خیلی خاص خود را داره، راز موفقیت شما به چیز؟ من از سن 9 سالگی که وقتی که من شروع به کار کردم با یک گرفه چوبی که شروع کردم با میوه و سیب و مالتا و لب سرک بدشته بود، که شروع به کار کردم که سلسله به سلسله آمدم دکان باز کردم، بخش دیگه فعال کردم، بخش دیگه فعال کردم، که تونستم که ما مردم که آب میوه میخورن، شیریخ میخورن، هر چیزی که میخورن کوشش کردم که یک چیزی خوبتری، بیترتری مردم بخورن و استفاده کنم از آب میوه. و رمزه که ما موفقیت ما بی بود که ما صادقانه کوشش کردیم که همیشه با صادقانه کار کنیم و صادقانه یک چیزی خوبی به مردم بدیم که مردم بخوره. شما وقت 9 ساله بودین با غرفه چوبی تنها کار میکردین؟ بله یا امروی بیادرخ یک دو بیادر دیگه هم داشتم اینا کار بزرگتر؟ میکرد. بله یا یک بزرگتر بود دیگر خودتر بودم اونا. او اولین غرفه ای که شما به نام آمه سرای چهار فصل رو اندازی کردین دقیقا به کجای شهر ایران؟ به او قسمت سرک بود، بغل ریاست برق. یعنی او هم به نزدیکی های همی مکان فعلی شما بوده؟ بله ها، چون اینجا بخش رستوران بود و بخش از دیگه کسب بود، باز اینا رو اساس ما گرفتیم و درست کردیم و خریدیم و تیار کردیم. این آب میوه ها، جوس ها، این شیریه خور، طرز تهیه اینا رو از کجا یاد گرفتین؟ چه قسم یاد گرفتین که اینا رو قد مقبول جور بکنین، قد خوش طعم جور بکنین؟ همیشه وقت تفتلاش من بود که برای کیفیت برم، اگه رفتم به هر جا بود و کوشش کردم که کیفیت این آب میوه چی از هم باشه، چی از کیله باشه، چی سلاد میوه باشه و چی شیریخ باشه، با چی راکار بیزی استفاده کنم که خوشمزه بیه، مشتری ها بیشتر بیه، بیشتر تهیه کنم. دوستای عزیز فکر نکنیم کلی آب میوه و جوس ها و شیریخ ها رو من میخورم، چون اگه این میزان هم من بخورم شاید دیگه ایش دیلم نشه از همینجا بخزم، همینجا یک جای برای خود میبردم قرار همینجا میشینم. اما دوستای ما اصلا با من یه مینار نوشتیان میکنیم و از همینا لذت میبریم. همچنان یک تشکر خاص از آجی صاحب که ما اجازه دادن بیاییم به آمیوه سرای اینا، از مهمان نوازی خوب و گرم اینا هم سپاسگزاری میکنیم و امیدوار هستیم که در عرصای پیشرفت کار خوب موفق و کامکار باشد. زنده باشیم از شما، تشکر از شما، زحمت کشیدیم،
از ما خبر گرفتیم. من بتونم به هرات همیش میوه‌ای که به خارج درست میکنم بفهمم که افغانام همه استعداد و توانایی دارم که این قسم تنوع رنگی ایجاد بکنن، این قسم طعمای زیبا ایجاد بکنن. واقعا یک استعداد خیلی خاص میخواد که از طعمای مختلف، از میوه‌های مختلف یک تنوع رنگی دقیق ایجاد بکنی، یک مزه خاص دقیق ایجاد بکنی، دیزاین‌های خیلی خاص با ظرف‌های خیلی خاص اینا رو تزیین بکنی، جور بکنی و برای مهمونا بیاری، سرویس دهی بکنی. واقعا یک استعداد خیلی خاص میخواد. همین قسم که میفهمین کارهای کوچیک باعث زیبایی بخشیدن به کارهای بزرگ میشه.